بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. درود و صلوات بر حضرت نبی مکرم اسلام علیه الصلاه و السلام. سلام و عرض ادب و صبح خیری خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو کلید، برنامه راز و رمز زندگی. امیدوار هستیم صحتمند و شاداب و سرزنده باشید. خوش آمدید به برنامه و آخر هفته را هم به خوبی و خوشی سپری کرده باشین. دکتر سیب سلام. علیکم السلام و رحمت الله. روزو دارم شما هم جور باشین و ایام رمضان بخیر بگذره و هم وطنای خوب نازنین ما هم در پناه خداوند متعال باشن. سلامت باشین. اجازه میتونی که می آیتیم بزن؟ با کمال میل مشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. ایام معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر الله و ان تصوموا خیر لكم ان کنتم تعلمون. ترجمه: چند روزی معدود روزه بر شما مقرر شده است، ولی هر کس از شما بیمار یا در سفر باشد، پس به همان تعداد از روزهای دیگر را روزه بگیرد. و بر کسانی که طاقت روزه ندارد، همچون بیماران مزمن و پیرمردان و پیرزنان، لازم است کفاره بدهند، مسکینی را طعام کنند. و هر کس به میل خود بیشتر نیکی کند و بیش از مقدار واجب طعام بدهد، برای او بهتر است. ولی اگر آثار روزه را بدانید، می فهمید که روزه گرفتن برایتان بهتر است و هرگز بر روزه خاری معذوران غبطه نمی خورید. پیام ها: یک، اسلام برای هر فرد در هر شرایطی قانون مناسب دارد. در این آیه حکم مسافران، بیماران و سالمندان بیان شده است. دو، شرایط نباید فلسفه کلی حکم و آثار و منافع آن را تماماً از بین ببرد. اگر انسان مریض یا مسافر در شرایطی نمیتواند روزه بگیرد، باید در ایام دیگری قضا کند تا از منافع روزه برخوردار شود. سه، قصد سفر به تنهایی مانع روزه نیست، در سفر بودن لازم است. چهار، قضای روزه زمان خاصی ندارد، یعنی هر وقتی که فرصت شد و توانستین. پنج، توانایی شرط تکلیف است. شش، عبادات سبب رشد و قرب بیشتر است که با علاقه و رغبت باشد. هفت، دستورات الهی به گونه ای است که حداقل را برای همه واجب کرده است و بیش از آن را به اختیار انسان می گذارد. در این آیه سیر کردن یک گرسنه واجب، ولی بیش از آن به عنوان عمل مستحبی در اختیار خود انسان است. هشت، انجام دستورات خداوند آثار خوبی دارد که به خود انسان باز می گردد، نه به خدا. یعنی هر کار خوبی که انسان می کند به خودش بر می گردد. کاملا. و اگر امی روحیه را داشته باشیم که دست یک دیگر را بگیریم، زیاد مشکلات حل میشه. و یکی از دکترهایی که در افریقا فعالیت میکرده قصه میکنه که من مصروف کار بودم که یک مادر افریقایی آمده بود و از یکی از دکترهای ما کمک میخواست که همی طفلش بستر کنن. بله. و او دکتر ما میگه قبول نمیکرد، به خاطر که این طفل ضعیف بود. و ما میره بر شما بگیم، دکتر عبدالرحمن سمیت، پزشک یا دکتر کویتی که در افریقا کار میکرده، این مادر میایه هرچی تلاش میکنه دکتر دیگه طفل زیره بستر نمیکنه، متوجه میشه که چیگه. پس میره میگه این مادر تاکید داره که این طفل مره بستر که، ولی این طفل مرده نیست، ما چور نان دیگایی که جور میشه را سر ازی تلف کنیم. بازی پرسان میکنه که مصرفش چقدر میشه، او مثلا میگه که اینقدر پول، و میگه من دیدم که پول به اندازه مصرف یک نوشابه در وطن ماست. گفتم پول از این آدم همه میتونی را بستر کنین. میگه بستر شد و پول همه پرداختم. خب پول ناچیز بود، ولی اونجا اونمو ضرورت بود دیگه. بله میشه. خب این تفاوت دنیا هم است که یک جای شما میبینید که یک گوسفند پیشروی خوب اندر خورده میرن، یک جای نان خشک وجود نداره که این مشکل است که اینمی از خودخواهی های ماست. بله. میگه
دوازده سال از این موضوع گذشت و فراموش ما شد رفت دیگه. دوازده سال بعد میگه یک کسی آمد که یک خانم چند بار آمده میخوای شما رو ببینه. ما گفتیم اجازه بدین که بیه. میگه آمد با یک بچه بسیار زیبا امراش و او بچه گفت که مادر گفت که بچه را زیر دستت بگی یا امیجا دعوت کنه امراش شما باشه. یادم دعوتگران بوده دیگه در زمان از اینکه دکتر است رفته اونجا خدمتی کار میکرده. میگه من گفتم چرا؟ میگه قصه کرد که اونو طفل است. میگه من پایم سست شد و به زمین شیشتم و سجده کشیدم که سعی کنین که خدای تو به اونو یک چیز کم یک جوانی که امروز واوت بچه حافظ قرآن شده سبحان الله. و خودش بر از یادم تلاوت کرده و بالای از اون بچه کم نام عبدالرحمن مانده بوده. یعنی شما بعضی وقت میبینین با یک کمک بسیار کم یک زندگی نجات پیدا میکنه. بله. اگر این روحیه پیش شما باشه که هم دیگه خود کمک کنیم یک شکم نان بتیم که در توان ماست بسیار مشکلات حل میشه. بله. اما متاسفانه ما از اثر خودخواهی خودم اضافه خوری میکنیم، اضافه وزن گرفتیم، هم نان ضایع میشه، اسراف میشه، اوسو مندازیم. ولی یک نفر دیگه با او نیاز ضرورت داره. و ای با بس امروز ما شما خانه تان آباد. اول خب برکت قرآن کریم از هر شما یک آیت که بخونین به هر بسی که ما داشته باشیم حتما مطابقت هم میکنه. من امروز به ادامه مهارت های زندگی سر مهارت همدلی یا امپاتی صحبت میکنم. ما دو تا اصطلاح داریم، یکی همدلی است که بر شمپتی میگن، یکی سمپتی یا همدردی. که همدردی گپ خوب نیست از نظر روانی، ولی همدلی یک مهارتی است که باید ما یاد بگیریم و داشته باشیم. همدلی چی معنا میده؟ درک دنیای شخص مقابلتان. شما دنیای از او را بتونین درک کنین و از دید از او به زندگی ببینین. اگر شما تانستین یعنی خود به جای کسی دیگه قرار بتین، حال از او را استانستین که چی خشم و ترس و مشکلات و چی حالات داره، اگر تانستین این رو درک کنین شما آدم همدل هستین. این هم مثلا یک پیام روزه رو هم که میگن همیست که شما از دل گرسنگاه، از حال گرسنگاه خبر شین. در حقیقت یک پیام همدلی دهی داره که شما بفهمین دیگران در چی حالت قرار داره. بنان حتی برای یک روانشناس خویی ضروری می باشه که خود بتونه به جای جانب مقابل قرار بده. مراجعی که پیش آمده یک دفعه از دید از او مشکل بینه کده چی وضعیتی قرار داره که بتونه باز کمک درست بر از او بکنه. بنان اگر ما تانستیم از زاوی دید دیگران به زندگی نگاه کنیم، ما همدلی تانستیم با او شخص. یعنی چیزی که او اس میکنه، احساس میکنه و میبینه دنیا را و مشکلی که داره را ما تانستیم. همین جمله که میگه وقتی میخوایی در مورد من را رفتنم قضاوت کنی، تو اول بوتای مرا بپوش. بله. بعدش باز قضاوت کن. مثلا یک کسی از بوتش کنه است و تنگ آمز در پایش دیگه بوتام نداره، خب معلوم داره است که لنگ لنگان را میره و ما تا او شرایط و وضعیت نداریم او را ملامت کردن گپ بی جای خواهد بود. بنان همدلی این می معنا را می ده که شما در حقیقت درک کنین. بله درک کنین. و اولین دفعه در روانشناسی تاست یک روانشناس به نام کارل راجرز بیان شد و گفته شد که یک مهارت مهم بر روانشناس هاست، ولی امروز ما می فهمیم در هر شغل و کاری که ما هستیم این مهم است. حتی برای زن و شوهر شما میبینین یکی از اختلافات همیست که هم دیگر درک نمیتونن. مثلا اگر یک خانم همه قد درک داشته باشه که شوهرش از صبح تا شام کار میکنه، با مشقت کار میکنه و گپ صاحب کاری که از نظر شخصیتی چندان آدم هم نیست اما امروز پول امکانات در دستش است، گپ و غالمغال از او رو باید ورداره. بله. با کل میالتا خانه آمده اگه یک دفعه خودم میتونست در جایز قرار بته، برش یک فضای خوب در خانه فرام میکرد، اول یک گلاس چای میداد، یک فضای آرام برش میداد، باز بعدش گلاو قصی خوده شروع میکرد. اما چونی نمی نیست تا یادم پایش از خانه داخل شده خانم عملات و گلاو قصه شروع میشه و چونی یادم هم از بیرون خسته آمده میبینی که به یک مشاجره و تنش تبدیل میشه. یا اما تو اگر یک مرد خانه بتانه خود یک دفعه به جای خانمش قرار بده که آدم از صبح تا شام به اولادا رسیده، به دیگ و کاسه رسیده، با وجودی که امکانات خوب نداریم یک آشپزی بازم تیار کرده. بله. اگه یوم خود به جای از او قرار بده او رقم یک برخورد نمیکنه.
یا مثلا مثال بر شما بتم، ما یک کسی در بیرون یک زشت برخورد میکنه، اگر یک دفعه تصور کنیم، مثلا یک داستان بر شما بگویم، میگه یک کسی با میلی بس بالا شد با 3-4 تا طفل شوخ و نارام که کلگی به عذاب شدن، دو دشنام و غالمغال شروع کرد. یادم گفت ببخشین بیادرا، امیالی از شفخانه آمده، مادر از اینا فوت کرده، ما مسرت میخوایم که اینا کار میکنه. امی مردم میگر کدام شینار داغوش میگرفت ناز میداد، تا پیشتر غالمغال میکرد. چی شد؟ دیدگاه تغییر کرد، یکم دلی ایجاد شد، درک پیدا شد، دیدن فهمیدن که این طفلا به ترحم نیاز داره، به کمک نیاز داره، نه به سرزنش. اینه در بیرون یک کسی بد برخورد میکنه، یک دفعه از خود سوال کردیم که این آدم چی مشکلات داره، شاید نان خوردن هم یال نداره، سر یک کراچمان ما در سر سرق غالمغال میکنیم، پس شو راره لابطه، اما نمیگیم که بیچاره از صبح تا شام با می کراچی چند کار خواد کرد. یا یک پلیس ما میره، یک تبنگ فروشه که یک کمک کشمش نخود مانده کت لغت میزنه میریزانه، یک دفعه برش سوال پیدا نمیشه که سعی سمی بی جای نشسته، ولی ای کل چشم امیدش اینه می کشمش نخودش هست، از او چند بفروشه چند شوه. چرا؟ چون اینی امدیلی وجود نداره، ای خراب میشه. بنان اگر ما امدیلی داشته باشیم، زیاد مشکلات میتونه حل شوه، سبب یک ارتباط مؤثر و مفید پیش ما شوه. ما یک فرصت بر شما میتونم که اگر چیزی گفتنی باشه به ترتیب شه ادامه خواهد داد. اصلا دکتر سبمی، مثلا مولانا صاحب میگه که همزبانی ها اگر شیرین تر است، همدلی از همزبانی بهتر است. بله، اجازه بتین خیر ما امیره بگویم که از مولانا صاحب است، ادامه از امون شیر است، من ای بسا اون دو و ترک همزبان، و ای بسا دو ترک چون بیگانگان، پس زبان محرمی خود دیگر است، همدلی از همزبانی بهتر است. ای که یک چیز ما ددان میگیم و یک سلام میکنیم اینا، ولی ای که درک میکنیم قضیه را فوق العاده فرق داره. و امیره ما میخواستم که مستاق برش بتیم، مثلا ما و شما همزبان هستیم، ولی در ترخم دیدیم که او سرباز به چی صورت هموطنهای ما و شما را خودش هم هموطن لتکوب میکرد، یا دان یک سفارت خانه همونجا اگر بر یک لحظه فکر میکرد که پدرش همونجا استاد است، بله این کارا نمیکرد. ما بر شاگردان میگم بچه جنگ و دعوا نکنین، بد نگوین، شما یک کسی را که بد میگین پدر یک کسی است، یک کسی را زشت میگین اولاد یک کسی است، خود یک دفعه به جاش قرار بدین. و امی پیام عمدی باز که در معرف اسلامی ما داریم که چیزی که به خود نمیپسندی به دیگران نپسند، و ای در قدم و اوج امدلی را نشان بله. و شما دقیق میگین که پدر خودت هموجا مریض می بود، استاده می بود، تو چی میکدی؟ حتی حاضر بودی که مثلا خودت رنج و مشقت بگیری، دشانهای خود بگیری، پدر را کمک کنی بله. ولی تو پدر یک کس دیگر شلاق بند میکنی، لتکوب میکنی، و او خود ترخم از صدها تا اجدمی شهر ما امروز واقع شده. یعنی در سفارت خانه استاد هستم، مردم در نوبت به چی حالت است در سرک ها دیگه. خب در حالی که همزبان هم هستیم، هم اگه زبان هم دیگر هم میفهمیم، ولی و یک نکته دیگه ایست که وقتی که دکتر سه بحث همدلی رو مطرح میکنیم دیگه، این بحث فراتر از انسان هست، یعنی با حیوانات هم میتونیم ما هم دل باشیم، چون حیوان هم دل، سنگ هم دلی دارد، بدل سب که میگنی، یعنی با زمین، با هوا، با طبیعت، با حیواناتی که در دور برای ما هستند. اگر ما خیلی ها میبینیم که استاد حیوان نگاه میکنن در خانهشان، ولی از شکم ازو خبر ندارن، گرسنه نگاه میکنن. یک قصه هم در حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم است که شطور که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگذاشتی، شطور یک دفعه آمد خود انداخت در پیش پایایش و بسیار عذر و معذرت و ناله و دیگه، پیامبر خود رحمت للعالمین بودی متوجه شد که شطور وضعیتش خراب است، و با مو زبان بلا کیف از او پرسان کرد، و بالاخره روابط دل است دیگه، همدلی است. صاحبش صدا کرد گفت چرا؟ گفت بیشتر از آن چی که برای ای گفت غذا یا چیزی میتی، گفت بار سری ازی میبری، پیر شده، گفتی نمیتونه، گفت یا ما قدری که برای ازی میتی، گفت اونه ما قدر ازش کار بخوای. یعنی و مثل ازی دیگه قصه ها و دیگه چی هم شده، و او هم شکایت کرد، یعنی یک همدل پیدا کرد اونجا آمد. یعنی اونجا بس شطور از شما دمی کشور ببینین، خب یک صاحب کار چون تجارت در دستش است، یک نفر استخدام میکنه با 5 یا 10 هزار افغانی، و از او استحصال میکنه 100 هزار افغانی. خب همین ظلم نیست شما نو چند فایده یک کسی را بر خود بگیرین
و یک چنده برسو بده. یک ظلم مطلق است، ولی هیچ ایره حلال گفته اونه در جیب خود مندازه. دالی که بسیار غلط است. سر یک کسی کار کنین، اکثریت شما بگیرین، انسان من ایسی یک وسیله استفاده کنین و یک چند رو پاگه که برازو بتین که مقفه قدو زنده بانه. بله. و نکته دیگه ایست استاد که همی دوست داشتن از هم دلیست، یعنی دوست داشتن خود یک چیزی است که از دل برمیخیزه. وقتی ما دوست میداریم دیگران را، خصوصا پیامبرا، اولیاء الله، علمای بزرگ، مصلحین بزرگ، خودشان در زحمت مینداختن به خاطر انسان ها، یعنی ای از دل نشأت میگیره، از همدلی نشأت میگیره و از دوست داشتن بسیار زیاد نشأت. فکر میکنم که اگر ما به مقام همدلی برسیم، همگی اگر بتانیم به برسیم، دیگه در جهان هیچ مشکلی باقی نمونه. کاملا همونطور که شما گفتین، این اول در قسمت انسان ها تطبیق کنید که هر کس خوبی هم دیگر را بخواه، خدمت به هم دیگر را بخواه. بعدش این در قسمت حیوان ها را آزار نتیم، جنگل ها را خراب نکنیم، سرسبزی را از بین نبریم، طبیعت آسیب نزنیم، به مسلح و مواد کیمیاوی را استعمال نکنیم. خود دیگه اینمی زمین خود ما یک نمونه بهشت بر ما میشه. اما ما اینمی جره بر خود دوزخ جور میکنیم. بله. از دست خودخواهی و خود بزرگبینی و خود محوری و حرص زیاد و تمیزی. و ما آخرین نکترم میگم که بحثا نمانه که یعنی این مؤمن کامل شدن هم موقوفی همیگه پست، و تا زمانی که ما همدل نشیم مؤمن کامل شده نمیتونیم. مثلا حدیث رسول خدا صلی الله علیه و سلم است که لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. مؤمن کامل شده نمیتونیم، میگه تا زمانی که آنچه را برای خود میپسندین برای برادرتون بپسندین. و اصلا اگر ما امی دین دو قسمت کنیم، یکی حق علاس، یکی هم حق بندای علاس. بله. و خداوند حق خدا وعده بخشش داده. مهم بر ما حق بندی خداست که تلف نکنیم. اما ما متاسفانه نماز میخونیم، اما انقدر حق بنده را تلف کرده میریم و که هیچ چیز کم نبرو نمیره. یعنی به اندازه یک روپه هم میگه که باشه، اگر شهیدم باشه میگه باید حساب از اون معلوم شوه، حساب شده. و براستی من خود من یعنی در زندگی روزمره، اگر کسی رو کل مناسک دنیا را انجام بده ولی حق کسی را تلف کنه، بندی خداست دستش به عذاب باشه، ایمان از او پیش مزیر سوال است. بله. و حالی که امیره گفتین اجازه بتین یک دو خط است. بیایید نگه این ماه رمضان را روزه حق بگیریم که حق بی‌رحمانه ترین خوردنی این روز هاست. ماه رمضان سعی کنیم روزه بگیریم، روزه پرهیز از قضاوت، از دروغ، از ریا، از تهمت، درویی، از نیرنگ، از کینه، وگرنه تا بوده انسانهای بودند که بسیار گرسنگی کشیدند ولی هرگز روزه نبودند. بله. روزه گرسنه بوده ولی از حق مردم روزه نگرفته، از غیبت مردم روزه نگرفته. باز ما روایت دینی داریم که بر بعضی ها از روزه تنانم و گرسنگیش و از نماز شبشان هم و خستگیش و کمخوابیش برشان میرسه، دیگه چیزی از او نمیرسه. به هر صورت ما چطور میتونیم این مهارت همدلی را پیش خود بلند ببریم؟ اول به افرادی که مثلا کسی با ما روبروس میخواد گپ بزنه، اجازه بدین که خوب به راحتی احساس خود بیان کنم. تو که شما گفتین از قضاوت پرهیز کنیم، زود قضاوت کردن شروع نکنیم. به این خاطر حتی در روانشناسی برای یک مشاور اجازه قضاوت نیست. تو قاضی نیستی. تو بشنو، یک انسان روبرو هستی، مشکل داره. حتی به این خاطر شما اگه در رادیو متوجه شین یا ما نخونم این دکتر صاحب در مورد ما بد فکر نکنی، میخواد قضیه بد قصه کنه. نه، من چی، من قاضی نیستم. ما خودمان بسیار عیب و نقص دارم، خود ما از دست ما مشکلات سر میزنه. تو یک انسان هستی، با یک مشکل روبرو هستی، یک اشتباهی سر زده، قضاوت هم میمونیم به قاضی عمومی، به خداوند متعال. ما چی کرده میتونیم برای حل مشکلت؟ بله. بنان کوشش کنیم که قضاوت نکنیم، شخص اجازه بدیم احساسات خود بیان کنه که ما بتونیم درست درکش کنیم. در غیر از او وقتی ما سرکوبش میکنیم، نمیمونیم گپ خود بزنه، خود نمیتونیم درکش کنیم. دومین کاری که میکنیم برش ارزش و اهمیت قائل شویم.
ایتونی که ما بدید سبک طرفیش بیاریم، خوی گناه خطا از سر زده خیر تو پیش ماد نی، یعنی ما دشمن گناهکار نباشیم. بله از گناه باشیم. بسیار دقیق میگی. یعنی ما وقتی بحث افسردگی رو میگیم، میگیم شما با آدم افسرده دشمنی نکنین، با افسردگی دشمنی کنیم. نیستی که در طبابت شما با ویروس دشمنی دارین، با آدمش که ندارین، خب ویروس یا میکروب رو میخواین سرکوب کنین. بله. بنان بله ما با گناه مشکل داریم، نه با شخص گناهکار. و اصلا امی گناه رو زیاد ترویج کردیم، بسیار مردم در گیر شده میره. بر کم ساختن از این کار کنیم که کمتر مردم دچارش شوه. بنان ارزش و اهمیت برش قائل باشیم که تو انسان هستی، تو هم آدم خوبی هستی، خطایی از دستت سر زده و ایر خداوند میبخشه. اگه تو میبود خداوند دیگه میگفت که خطا از دستان سر زد، طرف های من دور نخورین دیگه. ولی خداوند برای کسایی که آدم خوب هستن و نیکوکار هستن یک دفعه میگه لبیک میگه، برای گناهگار دو دفعه میگه. بله بگو میگه توبه میکنه، یاد بند میگه زود دروازه را برش باز میکنه. بیا دیگه کاری که میتونیم بر شخص بفهمونیم که ما درکش میکنیم و متوجه صحبتش هستیم. میتونی که صحبت کنم و دقصه گپ زدنش نشیم. حتی بعضی وقت شما در رادیو هم دیدین ما که چوب میشینیم که صدا رو بشنیم، جانم مقابل خودش هم وارخطا میشه، میگه دکتر سم میشنوید؟ بله باید ما یک تاکید میکردیم که میشنویم، که خاطرش راحت میبود. بنان بر جانم مقابل بفهمونیم که بله من متوجه گپت هستم، حال و احساست درک میکنم و شنونده خوب باشیم. شنونده خوب بودن در کل بخش های زندگی ضرور است و برای هم که ما بتونیم همدلی کنیم. سرزنش نکنیم، ملامت کردن هیچ چیزی را حل نمیکنه. نه راه نشان بتیم برش، دست شبیه گیریم مسیر برش نشان بتیم. تعصب نداشته باشیم، تعصب همدلی را کاملا از بین میبره، از بین میبره، ضد همدلی است. ما با هیچ کس تعصب نداشته باشیم. ما مسلمان هستیم، با هر مسلمان خوبی میکنیم، با غیر مسلمان هم خوب. بله. با هر انسان ما خوب برخورد میکنیم. اگر خوبی نکنیم خوب رسالت ما را چطور برسانیم؟ بله چطور خوبی را برسانیم؟ وقتی ما بد کردیم خیر فرق ما با می بد چی شد؟ چی شد؟ یکی باز نه همه خوب که خوبی نکنیم چطور ما همه خدا و فضیلت های دین خدا بفهمانیم برسانیم؟ قرار باشه که ما با هم اگه شمشیر بکشیم خوب. و بالاخره یک چیز دیگه هم که میتونه کمک کنه بر شخص که ما امروش هم دلی میکنیم، از مشکلات خودم برش بگویم. بس وقت بگویم سعیس ما مثلا مشابه به این مشکلات سپری کردیم، ما مشکل داشتیم، ما متونستیم یک آدم پیشوی تو بدون هیچ مشکل و هیچ عیب و ناخت. بله. که خود تنها احساس نکنه و اینو کمک میکنه است استاد دست به دست هم میتونه که این مهارت پیش ما افزایش پیدا کنه. این خوب است برای خود تلاش کنیم، بر اولاد خود درس بتیم، بر شاگرد خود بفهمانیم و این رواج خوبه عمومیت ببخشیم که میتونه زندگی را بر کل ما خوب بسازه. دوست عزیز با یک وقفه میریم، پس از وقفه در خدمتان هستیم.